درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز با این ویدیو میخوام به یک سری از کامنت ها بپردازم. همونطور که در عنوان ویدیو دیدید، این ویدیو در رابطه با یک سری از کامنت ها هست. کامنت های هستن از کامنت های دوستان که به هر حال تکرار شدن. یک سری از کامنت ها خیلی زیاد پرسیده شدن و خب وقتی براشون می نویسم، یا پیام هایی که حالا یا توی پیام میاد یا کامنت میاد یا مسیج فیسبوک یا مسیج یوتیوب هست، به شکل مختلف میاد و وقتی من اونجا پاسخ میدم، این پاسخ به دیگر دوستان نمیرسه و دیگران هم همین پرسش رو دارند. گفتم شاید بهتر باشه که حالا توی یه ویدیو اینها رو بگنجونم و خب پرسش برای دوستان نیمدار پاسخ داده بشه. به این شکل پیشنهادی که دارم، درخواستی که دارم، اگر مسیجی که دارید میفرستید حالا در رابطه با خودتون نیست، نمیخواید مثلا مشکل خودتون رو بخواید بگید یا اینجور چیزی، یه چیز کلی اگر هست، پیشنهاد میکنم که پستش کنید روی صفحه فیسبوک و مسیجش نکنید. تا زمانی که من میرسم پاسخ رو میدم، حداقل دیگر دوستان هم بهش دسترسی داشته باشن و بتونن ببینن که اگر پرسش اونها هم هست، بتونن پاسخشون رو همونجا اون زیر ببینن و این حالت کمک میشه به دیگران هم که زودتر به پاسخشون برسن. اگر این کار رو انجام بدیم، یه کمکی هست به من و دیگر دوستان. اوکی، بریم و من با دونه دونه یک سری هاشون رو عکس گرفتم ازشون. یک سری ها هم خب به هر حال نبود، عکساشون در دسترسم نبود. از صفحه ها عکس گرفتم و پیام ها رو میبینید. البته نام ها رو برداشتم چرا که با اجازه دوستان نبوده، یعنی کسی نگفته که نامش رو میتونم بگم یا نه. این هستش که من نام ها رو برمیدارم و شما فقط متن پیام رو میبینید. میخوایم به این پیام بپردازیم، به این پیام ها. اولین پیامی که دوستان بهش بپردازیم و غیر از این پیامی که اینجا دارید میبینید، به شکل‌های دیگه هم پرسیده شده بود و دیگر دوستان هم در این باره گفته بودن، صحبت کرده بودن، مطلب گرامری بود که در یکی از درس ها بود. ببینید دوستان، من خوشحال میشم وقتی که میاد ایراد رو به هم میگید. این نشون میده که وقتی میاد ایرادی رو میبینید و اشاره میکنید بهش، این عالیه، یعنی که شما دارید به من کمک میکنید، یعنی که نمیخواید کار من ایراد داشته باشه، یعنی دارید همکاری میکنید. اگر ضرر من رو میخواستید، اگر میخواستید یعنی بد من رو میخواستید، هیچ وقت این رو نمیگفتید و با نگفتنتون اجازه میدادید اون ایراد اونجا بمونه و دیگران هم بیان و بفهمن که خب کار من کار خیلی خاصی نیست و این چکی مثلا این صدمه رو مثلا این شکلی میشه این صدمه رو وارد کرد. اما وقتی میاید اشاره میکنید به ایراد، این عالیه، دارید کمک میکنید به من. شاید من یک جایی چیز رو متوجه نشدم، اشتباه کردم، ندیدمش، یهو رد شدم ازش و شما با اشاره به اون دارید به من کمک میکنید. اما دقت کنید، مطلبی رو که مطمئن هستید بیاید بنویسید. گاهی وقتا بعضی از مطالب مثل این مورد جنبه های مختلف داره. اوکی، یه مورد، یک پرسش میتونه به شکل‌های مختلف پاسخ داشته باشه، میتونه دو سه یا چند شکل مختلف بهش مثلا پاسخ داد. در این حالت اگه باشه پاسخ میشه این، در اون حالت اگه باشه پاسخ میشه اون، و شکل‌های مختلف هست و شما با یکیشون آشنا هستید، بعد میرید من پاسخی غیر اون چیزی که شما آشنا هستید گفتم، فکر می‌کنید این اشتباه هست و میاد می‌نویسیدش، این دیگر دوستان رو هم گمراه میکنه. یعنی دوستی که میاد اینها رو میخونه، مطلب من رو مثلا نشسته نگاه کرده، بعد کامنت شما رو میبینه، میگه ای نکنیم پسر همش پس اشتباه، این اگر یه چیزی به این سادگی رو بلد نیست، خب پس بقیرم همجوری از خودش داره میگه، همجوری یه ویدیو یه تیربون گرفته، یه ویدیو دوربین گذاشته جلو خودش، داره همجوری اشتباه و غلط غلط داره وارد میکنه. دقت کنید دوستان، مطلبتون رو مطمئن باشید. اگه ایرادی هست حتما به من بگید. منظورم این نیست که ایرادا رو دیگه نگید، نه، ایرادی میبینید حتما به هم بگید، اما مطمئن بشید که ایراد 100% این ایراد هست و اگر که شک دارید بهش، بازم ایراد نداره به هم بگید، ولی توی مسیج برام بفرستید که حداقل دیگر دوستان گمراه نشن با این مورد. اوکی، موردی که اینجا داریم میبینیم،